سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه تلویزیونی پارس. فرامرز فروزنده هستم و در این دقایق برنامه نگاهی به رویدادها و پدیده ها رو به اتفاق همکارم آقای امیر شهرتی خدمت شما بینندگان عزیز تقدیم میکنم. یکی دو روزی در همین فرمت خواهیم بود تا امیدوار هستم که همه چیز به خوبی و خوشی تمام بشود. دیروز اظهاراتی کردم در مورد تحریم انتخابات ایالات متحده آمریکا با وضع کنونی که داره و نظر خودم رو گفتم در مورد اینکه این انتخابات رو شایسته ملت آمریکا واقعا من نمیدانم و فکر میکنم که این انتخابات در خور این ملت بزرگ نیست. البته عده ای از بینندگان عزیز هم با نظر من مخالف بودند و عده تعدادی هم تقریبا برابر هم بودند با این نظر کاملا موافق بودند و معتقد بودند که این نکته کاملا درسته و این انتخابات در حد این ملت بزرگ نیست. به هر حال جامعه ای است که لااقل می شود این حرف ها رو درش زد و از داغ و درفشم هراس نکرد و نترسید. این خودش امتیاز بزرگی است که وجود داره در جامعه آمریکا امروز که من و شما با هم صحبت میکنیم. و نکته ای رو یک بیننده از ایران متذکر شدن و گفتن که خیلی خوبه که رسانه های ایرانی مقیم خارج از کشور تا این حد نسبت به مسئله انتخابات آمریکا حساسیت نشان میدهند، چرا که فضای تازه تری رو به ما نشون میدن از انعکاس این شرایط و مسائل در خارج از کشور و لااقل ما زیر بار فقط تبلیغات جمهوری اسلامی قرار نداریم. اما نکته ای را به من تذکر دادن که نکته فوق‌العاده دقیقی است و اون که گفتن شما چگونه هم نظر خود رو اعلام میکنی و هم ممکن هست که بی نظر باشی در اعلام تحقیقاتی که ازشون کد میکنید، ازشون مسئله ذکر میکنید، اونها رو مطرح میکنید. به شما یک قول رو میدم، من هر جا که نظر خودم باشه میگم این نظر من هست و هر جا که تحقیقی رو خدمت شما ارائه بدم و گزارش های دیگران رو بیارم و اینجا عرضه بکنم بدون شک متذکر میشوم که این نظر دیگران هست. مأخذ رو هم اگر بشود ذکر خواهم کرد در خدمتتون تا شما بدانید که این نظری است که به هر حال من فقط ناقلش هستم و حفظ امانت در نقل این نظرات وظیفه اولیه و اصلی من به شمار میاد که باید اون رو بتوانم به خوبی انجام بدم و در این راستا قدمی رو به اشتباه بر ندارم. اما امروز میخوام به شما مطلبی رو ذکر بکنم، اون که هر دو کاندیدای حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه امروز آمریکا در یک چیز با هم مشترکن. اگر شما تونستید حدس بزنید که اینها در چه چیزی با هم مشترکن؟ این دو کاندیدا از نظر کمترین سطح محبوبیت در میان مردم آمریکا و رای دهندگان بالقوه آمریکایی با هم مشترکن. هیچ کدوم برتری خاصی نسبت به دیگری ندارن یا برتری قابل توجهی ندارن. مردم آمریکا می شود گفت که اکثرشون نسبت به هر دو بدبینند و هر دو رو نمیخواد. اما سیستم سیاسی آمریکا اونها رو امروز در مقابل انتخاب دو تا بد و بدتر قرار داده که در بد بودن هر دوشون از نظر رای دهنده آمریکایی می شود گفت که اکثریت مخالفان این دو کاندیدا کاملا هم نظر و همسو است. اما اجازه بدید طبق یک تحقیقی که توسط شبکه پابلیک تیوی پابلیک رادیوی آمریکا انجام شده، تحقیق بسیار مفصلی هست، پیدا بکنیم ببینیم که مردم در انتخاباتی که پیش روشون هست در پی یک اقدام انقلابی و یک اقدام
فوق‌العاده تعیین کننده نیستند. مردم در پی این هستند که وضع موجود تا چه حد بتواند بهتر بشود و ببینیم مسائل مورد نظر مردم آمریکا واقعا چیه. و شما نگاه بکنید در این مناظرها و مباحثها و سخنرانی‌های تبلیغاتی تا چه حد آنچه که این کاندیداهای ریاست جمهوری که یکیشون تا 27 روز دیگه به کاخ سفید قرار است برود و اونچه که مردم میخوان هماهنگی و تضاد وجود داره. اولین مسئله ای که در این تحقیق شبکه KQED پابلیک رادیو و برادکستینگ آمریکا انجام شده است، مسئله مرتوجه مردم داشتن اسلحه است و کنترل سلاحی است که در دست مردم. در مطابق این پژوهش 52% از آمریکایی‌ها موافق هستند که کنترل وجود داشته باشه بر سلاحی که مردم حمل می‌کنند و اسلحه‌های مردبار، اسلحه‌های سنگین مطلقاً در اختیار کسی قرار نگیره، در حالی که 42% مردم در این باره این رو باور ندارن و معتقدن باید آزادی حمل سلاح و دارا بودن سلاح به همون ترتیب که هست باشه. اما آیا آمریکا تنها کشور جهان هست که با این مسئله مواجه هست؟ و اجازه بدید ببینیم که از نظر تعداد سلاح وضعیت 10 کشور برتر دنیا در چه حالتی که این سلاح ها در بعضی از این کشورها بزن میخوام فقط در اختیار دولت هاست، در بعضی از کشورها در اختیار دولت ها و در اختیار مردم عادی است. اولین کشور جهان بدون تردید ایالات متحده آمریکا است. باور کردنی برای شما نیست که دومین کشور جهان از نظر میزان اسلحه‌ای که در اختیارش است، اگر تونستی تصور کنی نمیتونی، یمن است. سومین کشور دنیا کشور سوئیس، چهارمین کشور دنیا فنلانده، پنجمین کشور دنیا سربستانه، ششمین کشور دنیا قبرس، هفتمین کشور دنیا عربستان سعودی است، هشتمین کشور جهان عراق، نهمین کشور جهان مجارستان و دهمین کشور جهان کشور سوئد. میبینید هیچ این طبقه بندی هیچ اصلا هماهنگی توش نیست. یک سر آمریکاست، یک بر یمنه، از اون سو سوئد، از اون سو فرض بفرمایید سربستان، عراق و عربستان سعودی و یه دفعه ما سر در میاریم از سوئیس و فنلاند. هیلاری کلینتون معتقد هست که همونطور که عرض کردم خدمتون، حمل سلاح‌های سنگین مرگبار باید متوقف بشه و بر بررسی سوابق کسانی که تقاضای اسلحه میکنند و اسلحه در اختیار دارن تاکید زیاد میکنه و گستره اون بک‌گراند اینوستیگیشن یا بررسی سوابق رو خواهان است. البته آقای دونالد ترامپ کاندیدای حزب جمهوری خواه بدون تردید با هر نوع تحریم فروش اسلحه به مردم و دارا بودن اسلحه توسط مردم مخالف. آقای دونالد ترامپ از وقتی که بعد از در ماه می مورد تایید انجمن یا اتحادیه ملی اسلحه داران آمریکا، اسلحه رایفل اسوسییشن NRA قرار گرفت، گفت که او مهمترین مخالفش هیلاری کلینتون داره محدودیت ایجاد میکنه و او هست که آزادی تملک اسلحه رو برای مردم کماکان خواهد. بعد از مسئله اسلحه چیزی مورد توجه مردم آمریکا است. یکی از مسائلی که مردم آمریکا مایلند حل بشه و مثل توپ فوتبال در این گفتگوهای سیاسی بین این کاندیداها رد و بدل میشه، ولی واقعا چیز زیادی هم از توش در نمیاد و روز به روز البته در جایی که راستگراها بر سر کار میدن محدودیت‌های رو ایجاد میکنن، مسئله سقط جنین در آمریکا است. در مورد سقط جنین 56% آمریکایی‌ها معتقد به این هستند که سقط جنین حق زنان هست و باید آزاد باشند که اگر فکر میکنن
باید سقط جنین بکنن سقط جنین رو انجام بدن. 41% هم مخالف انجام سقط جنین هستن. خانم هیلاری کلینتون از آغاز طرفدار آزادی سقط جنین به طور کلی بوده و با مخالف هر نوع سقط جنین قانونی است و سقط جنینی است که سلامت و امنیت زن در گرو انجام اون است. آقای دونالد ترامپ بسیار جالبه، تغییراتی که در نظراتش پیدا شده تا قبل از اینکه کاندیدای حزب جمهوری خواه بشه، او از طرفداران افراطی حق انتخاب یعنی پرو چویس و حق سقط جنین بود. مثلا یکی از آدمایی که آوانگارد بود در این زمینه آقای دونالد ترامپ بود. از وقتی انتخاب شد به عنوان کاندیدای حزب جمهوری خواه این نظر رو تغییر داد و بالاخره به جایی رسید که مرتکبین سقط جنین رو مستحق نوعی از مجازات دانست. جالب نظرات افراطی تر معاون انتخابی او از آقای مایک پنس است. آقای مایک پنس در زمانی که برنامه ساز رادیویی بود، من فکر کنم حدود 25-30 سال پیش است، به طور افراطی مخالف سقط جنین بود و حتی معتقد بود در زمانی که یک دختر توسط پدرش مورد تجاوز قرار میگیره و حامله میشه بچه رو نباید سقط کرد. تا این حد در این مورد جلو بود و کماکان از مخالفان بسیار جدی سقط جنین هست که اکثریت مردم آمریکا معتقدند باید این حق برای زنان وجود داشته باشه. مسئله سومی که در آمریکا در طول 30 سالی که من زندگی کردم در این کشور همواره مطرح بوده و کماکان مطرح مسئله مهاجرت. در تحقیق معتبر انجام شده 75% آمریکایی ها معتقد به این هستند که مهاجران غیرقانونی، یعنی مهاجرانی که اسناد قابل قبولی برای مهاجرت نبودند ندارند، اینها در صورتی که شرایط خاصی را حائز بشن و شرایط خاصی رو به قول آمریکایی‌ها میت بکنن دارا باشن، اینها باید برگردن و در واقع در این کشور به طور قانونی پذیرفته بشن و بتونن برن تا مرحله سیتیزنشیپی و شهروندی آمریکا. توجه کنید نسبت 75% است. در مقابل این امر 23% آمریکایی‌ها مخالف این هستند که مهاجران غیرقانونی حتی اگر شرایط قانونی رو حائز بشوند بتونن تبدیل وضعیت بدن. از جمعیت 11,300,000 نفری مهاجران غیرقانونی تو اینها عمدتاً در 6 ایالت آمریکا توزیع شدن. 28% این جمعیت غیرقانونی در ایالت کالیفرنیا هستن، 13% در ایالت تگزاس هستن، ایالت نیویورک 8% رو در خودش جا داده، فلوریدا 5% رو در خودش جا داده، نیوجرسی 5% رو در خودش جا داده و ایالت ایلینویس هم 5%. خانم هیلاری کلینتون طرفدار یک طرح جامعی است، کامپرهنسیو ایمیگریشن بیل، که این مسئله مهاجران غیرقانونی رو بتواند یک بار حل بکنه و یک پروسه روشنی رو نشان بده. کلینتون حتی در مورد مهاجران سوری این رو پذیرفت و اعلام کرد که از تعداد 10,000 نفری که قرار بود این سهمیه رو داشته باشن از این بیپناهان سوری، این رقم رو به 65,000 نفر افزایش بده، یعنی 5 برابر هم بیشتر. دونالد ترامپ در روز اولی که آمد خیلی خیلی محکم برگشت گفت آقا این مهاجران غیرقانونی رو، یعنی این 11,300,000 نفر رو باید اخراج کرد. خوشبختانه نگفت که باید به دریا ریخته شد. اما
دونالد ترامپ تدریج آموخت که آقا مسجد جای این سیاست‌های افراطی نپخته نیست. برای حل مسئله مهاجرت در آمریکا یک طرح ده ماده‌ای رو پیشنهاد کرده که با این ترتیب بتونه برخورد منطقی‌تری با مسئله مهاجران آمریکایی داشته باشه. متاسفانه وقت من به پایان رسیده و من امکان این که بتوانم برای شما مسائل مردم آمریکا رو در رابطه با سیستم قضایی، پلیس، پول و همینطور دفاع ملی، بودجه‌هایی رو که در این زمینه صرف میشه، هر کدوم از این کاندیداها چه میگن در این باره خدمتتون عرض بکنم. فارغ از این که در انتخابات آمریکا به کدوم یکی از این کاندیداها شما رأی بدید، فارغ از این که اصلا به این کاندیداها رأی ندیم، ناچاریم به زمینه فکری مردم آمریکا توجه داشته باشیم و ببینیم اونها چه میخوان. اگر بختی بود و فرصتی بود و عمری بود و حادثه مهمتری پیش نیامد، شاید بقیه این مبحث رو فردا در خدمتون به پایان برسونم. از آقای امیر شهرتی متشکرم، از آقای مهندس امیر شجره سپاسگزارم. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد، روزگار بکام. ایران سرفراز و پاینده.